بله به نام خدا، واقعا بازی خوبی بود. ما تا آخرین لحظه بچه‌هام تلاش کردن این پیروزی خیلی عالی را به کلیه پرسنل گیتی پسند و مسئولان دلسوزش تقدیم میکنیم. انشالله که بازم این پیروزی ها ادامه دار باشه. ببینید ما حق رو میگفتیم، ما دیدین که داوری بالا اومد، دید ما درست میگفتیم و یه امتیاز میخواستن از ما بگیرن. به خاطر همین هم کارت قرمز به من نشون دادن، زرد قرمز، و این نباید اتفاق میفتاد چون من حق رو میگفتم. داوری بالا اومد دید و بلا فاصله اوکیش داد به من. نه دیگه، ما میگفتیم توی تلویزیون نشون بدن، توی به هر حال تلویزیون که گذاشتن بالا تو سالون نشون بدن ما هم ببینیم. این صحبت خاصی نبود اصلا. تبریک میگم به تیم خوب و پرتلاش گیتی پسند و واقعا حقشون بود ببرن. خیلی خوب بازی کردن، خیلی کم اشتباه بازی کردن. با این جوانای خوبی که دارن تبریک میگم به خودشون، به سرمربیشون، به کادر فنی و به باشگاه. ما هم دیگه جلو بودیم و از گیم سوم دیگه انقدر ارور دادیم که دیگه قاعدتا توانایی اومد پایین و تو سرویس، تو دریافت، تو حمله، تو همه فاکتورا ارور بالایی داشتیم. علیرغم اینکه یکی دو تا بازیکن اونم سرماخورده بود، پشت خط زنمون واقعا با سرماخوردگی شدید بازی کرد، ولی خب نتونستیم دیگه. پوان آخرمون هم که گیم آخر گیم پنجم 24-22 شد، خب خیلی فشار زیاد بود. ما بیشتر از اونها استرس داشتیم، اینطوری بگم. از گیم چهارم به بعد استرس ما بیشتر از تیم حریف شده بود، چون این یعنی فقط بردن رو میخواد. خوب بازی کردن معنی نداره، اگه خوب بازی کنی میبری دیگه، حتی خوب بازی نکنیم قاعدتا میبازی. اینه که خوب بازی نکردیم دو گیم، به خصوص گیم سوم و چهارم خوب بازی نکردیم. گیم پنجم هم چون خیلی استرسمون بالا بود دوچار اشتباه میشدیم دیگه. استرس که بالا باشه دوچار اشتباه میشه و تو خونه خودمون بود و باختیم. تبریک میگم به تیم خوب گیتی پسند، انشالله که یه ریکاوری میکنیم برای بازی بعد. فکر کنم حالا بقیه نتیجه های بازی رو نمیدونم، فکر کنم عجیب ترین بازی بود که این هفته اتفاق افتاد. 14-10 گیم پنجم ما رسیدیم و 24-22 بردیم. واقعا من افتخار میکنم به این که در کنار این بچه هم واقعا دستشون در نکنه، واقعا دستشون رو میبوسم. همت کردن، تلاش کردن، واقعا غیرت گذاشتن، از همشون ممنونم. واقعا این برد بسیار شیرین بود و خیلی هم تو جدول کمکمون میکنه. کسی انتظار نداشت ما 14-10 رو ببریم و این اتفاق افتاد.